حاکم شدن سنت بیان شده در کدام آیه شریفه موجب فراموش کردن استغفار در زندگی بندگان می شود؟ من به عنوان دانش آموز جواب میدم بچه اینو. به عنوان دانش آموز اگه شما بچه گلم باشم سریعا نکته که خط می کشم فراموش کردن استغفاره. کلید این جمله است بچه ها. عبارت البته. ولی کلیده. خب ما چند سنت طبق درس شیش دینی 12 داریم بچه ها. حتما بلدید. بچه های گلم اون سنتی که باعث میشه انسان متاسفانه اصرار بیشتر در فساد بورزه. افزایش امکانات گمراهان تو اون سنت به وجود میاد، انسان دچار هلاکت ابدی بشه، انسان دچار ارزم بزرگ گلتون عذاب تدریجی گناه بشه، سنت استدراجه. هرچند کتاب شما بچه میگه املا و استدراج، تا سال قبل جدا میکرد املا رو و استدراج، برای شما هر دو رو با هم میاره، ایراد نداره. املا و استدراج به همین سادگی. حالا بچه سنتی که باعث میشه انسان استغفار و توبه رو فراموش کنه سنت استدراجه. وقتی میدونی استدراجه سن از صدر جمع کلید آیه است بچه، خیلی راحت به دست اومد، بهترین گزینه گزینه سه خواهد بود. یه مقدار بچه شو این درس دست بسیار مهمی است، من این سوالو یه ذره بیشتر با شما بحث میکنم بچه گلم. بذار سخن امام صادق عزیز رو بخونم. امام صادق علیه السلام میفرماید خداوند وقتی خیر بنده گناهکار را بخواد، همیشه که خدا خیر ما رو میخواد، در درجه اول وقتی خیر بنده گناهکار را بخواد اول بهش گوشمالی میده، اون گناه را نکن انجام نده، اول گوشمالی میده. ولی وقتی شر بنده را بخواد، اولا میدونی خدا که شر ما را نمیخواد، ولی اون بنده گناهکار متاسفانه غرق در اون گناه میشه. حالا که شر بنده گناهکار را بخواد به اون مهلت میدهد، فرصت میدهد، نعمتی میدهد که اون استغفاره را فراموش کنه. اینجاست که امام صادق علیه السلام میفرماید این فرد وارد سنت استدراج خواهد شد، سن از صدر جهان. خب بچه آیه گزینه یک بیانگر تأثیر سنت تأثیر اعمال در زندگی انسانه. آیه که میفرماید آمنوا واتقوا الذین آمنوا واتقوا، اونایی که ایمان و تقوای الهی دارن برکات من السما، برکت آسمان و زمین بر اونها بیشتر میشه، اما اونایی که تکذیب کنن بعدا عذاب خواهند دید. ولکن کذبوا، یعنی رفتار انسان در زندگی انسان تأثیر گذاره بچه گلم. خب آیه گزینه دو من کلید قرار میدم بچه‌ها. تو آیه گزینه دو فتنتون به کار رفت. یه لحظه آقای موسوی گفت در جمله تو آیه شریفه کلمه فتنتون و کلمه یفتنون به کار بره، یعنی امتحان و یا ابتلا. قبول. اصلا خود فتنه بهتری معناش یعنی امتحان و ابتلا بچه‌ها. خب آیه گزینه سه که جواب دادید، آیه گزینه چهار بچه‌ها تو آیه شریفه عشر و امثالها و بعد ادامش هم الا مثلها به کار بره، میشه سبقت سنت سبقت رحمت بر غضب. آیه که خداوند میفرماید به فرشتگانش میگه اگر بندگان من، اگر بنده من کار نیک انجام داد صبر نکن، فوراً ثبت اعمالش کن، اما اگر یک کار بد انجام داد یه مقدار صبر کن، شاید که اون فرد توبه کنه. به میگن سبقت رحمت بر غضب. خب من این سوال رو باز عوض میکنم بچه ها، بین این چهار تا آیه، بین این چهار تا آیه کدوم آیه در کدام آیه انسان مانند دانش آموزه؟ یه بذار سب میکنم، انسان مانند دانش آموزه بچه ها. حتما شما بلدید، وای انسان مانند دانش آموزه میشه سنت امتحان و ابتلا. وقتی امتحان و ابتلایه گزینه دو رو جواب میدید، فتنتون عالیه. یه یعنی نکته من راجع به این درس بگم بچه ها. یه جا میگه انسان مانند دانش آموزیه میشه امتحان یا ابتلا، یه جا میگه خداوند مانند مادره، تو کدوم سنت؟ سبقت رحمت بر غضب، که اونجا میشد گزینه چهار.